بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته اجمعین. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما برنامه بازخوانی تاریخ در کنار هم دیگر هستیم از سیرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه. برنامه گذشته صحبت داشتیم در مورد حرکتی که طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه داشتن. این حرکت و فعالیت اونها گفتن که به هیچ عنوان به عنوان مخالفت با حضرت علی نبود، اعلان سرکشی نبود بر علی حضرت علی، و اونها حضرت علی را خلیفه خود میدونستند و کسی را به جای او هم تعیین نکردند. تنها هدفی که داشتند بحث اصلاح بود، انتقام گرفتن بود از قاتلان عثمان. و گفتیم که در این کار اشتباه کردند بدون شک. زمان فتنه بوده. ما الان در بعد از 1400 سال داریم به این قضیه نگاه میکنیم. خب انسان میتونه یه چیزهایی با توجه به شرایطی که الان ما داریم یه حکمی صادر کنیم، ولی اونهایی که در آن زمان بودن، در زمانی که فتنه بود، تصمیم گیری خیلی مشکل هست. بدین خاطر انسان باید خیلی دقیق باشه، مواظب باشه، محتاط باشه در این قضیه. بعضی وقتا وقتی که میگیم اشتباه کردند، مثل این که میگیم مثلا اجتهاد کردند، اشتباه کردند، خوشایند بعضی ها نمیاد و میگن خب اینها که انسان‌های خوبی بودن، انسان‌های کاملی بودن، مثلا مگه نمیگید اینها بشارت داده شدن به بهشت؟ اشتباه، دقت کنید در اینجاست که وقتی اگه کسی میگیم که اشتباه کرد، اجتهاد کرد و یک مقام والایی داشت، یعنی دیگه این اجتهادش اگه اشتباه باشه با اون مقام والاش تناقضی نخواهد داشت. متناقض نیست، بشر هست، اشتباه میکنه، اما تعمد نمیکند بیاد کاری را انجام بدهد به عمدن که خلاف دستور خدا و پیامبر باشه، وقتی که قرآن برای ما از انبیا صحبت میفرماید و بعضی از تصرفات که انبیا در آن اشتباه کردند، قرآن برای ما بیان کرده، آیا این اشتباهی یک نبی از مقام نبی میکاهد؟ نبی که 100% بهش نیست دیگه. آیا اگر اشتباهی کرد نبی، این بر مقام او قدح و عیبی است؟ نه، بالاخره انسان هست. درست است که نبی هست، اما انسان هست، بهش وحی می شود، وحی می شود، در ابلاغ وحی بله اشتباه نمی کنه و اصلا به هیچ عنوان اشتباه نمی کنه، اما در تصمیم گیری ها و برنامه ریزایی که می کنه، خب بشر هست دیگه، وحی نمیاد که تک تک مسائل و جراب فکر نبی رو بگیره و به نبی هیچ اراده و اختیاری نده و فقط باید مثل یک ربات، نعوذ بالله بگیم، عمل کنه. هیچ اراده و اختیاری از خودش نداره. این اشتباه هست که این فکر رو داشته باشیم. پس وقتی که قرآن از اشتباهات انبیا علیهم السلام یاد کردن، حتی اجتهاد کردن،
تعجب میکنی اگه میگیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک مسئله اجتهاد کرده و بعد این اجتهاد رسول الله اشتباه بوده. خب سوره انفال رو بخونیم. سوره انفال وقتی که باز کردید میخونید، بعد میبینیم که خداوند به پیامبرش میگن که اجتهادت خیلی اشتباه بوده. به پیامبرش میگن که اجتهاد در اینجا اشتباه بوده. کجاست این؟ وقتی که بعد از اینکه جنگ تموم میشه، تعداد زیادی از مشرکین به اسارت گرفته میشن، 72 تا اسیر داشتن. رسول الله صلی الله علیه وسلم در اینجا با یارانشون مشورت میکنند که چیکار کنیم با این اسرا. دو دسته شدن. دقت من داره اجتهاد میکنه دیگه. وحی که نازل نشده، وحی نازل نشده الان. خب دو دسته بودن. این دسته گفتن که ازشون مبلغی میگیریم، خویشاوندانمون هستن، منتی هم بر سرشون میذاریم، پول ازشون میگیریم، آزادشون میکنیم. گروه دوم گفتن نه، اینها سران کفر هستن، اولین جنگ اسلام و کفر است، گردن اینها رو بزنیم تا بدونن که چی اشتباهی کردن. رسول الله صلی الله علیه وسلم رأی اول انتخاب میکنن و قرار بر این میشه که ازشون فدیه گرفته میشه، مبلغی گرفته بشه و آزاد بشن. این اجتهاد هست دیگه، درسته؟ قبول دارید اجتهاد کردن در این قضیه، مشورتی کردن، اجتهادی کردن. ببینید قرآن آیا اینجا میگه که وحی نازل شد یا بعداً وحی نازل میشه میگه که چه اشتباهی کردید؟ و آیا این اشتباه رسول الله و یارانشون سبب شد که اینها دیگه از رحمت خدا دور بشن؟ از اون مقام و منزلتی که داشتند پایین بیفتند؟ ببینیم آیات تو با هم دیگه. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. سوره مبارکه انفال آیات آیه 67 68 69. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. تفرمون اگه ممکن هست صفحه لپتاپ. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. شایسته هیچ پیامبری نیست که اسیرانی داشته باشه مگر زمان، مگر اینکه خون اونها را بریزه. این هم در این موقعیت هست. خب زمان هستی، بعد میبینیم که بعداً میگه که وقت اسیر داشتید میخواید آزادشون کنید، میخواید منت برشون بذارید. شرایط فرق میکنه. در این شرایط الان که اولین جنگ بین اسلام و کفر بود که خدا در اینجا به پیامبرش میگه که تو حق نداشتی اسیر داشت، باید گردن اینها رو بزنی. توریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. شما کالای دنیا میخواید، خدا آخرت رو میخواد. خداوند با عزت و با حکمت هست. لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. اگر نه اینکه کتابی، فرمانی نوشته ای از سوی خدا هست که گذشته به شما گفته شده که گذشته است، در این فدیه‌ای که گرفتید به خاطر این فدیه عذاب دردناک، عذاب بزرگی داشتید. این لولا کتاب من الله سبقه حقیقتا بحثمون شوراست، چرا که خداوند به پیامبرش امر کردن که مشورت کنند. در سوره شورا میخونیم، سوره شورا دیه سوره مکیست. و امرهم شورا بینهم. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم در این قضیه مشورت کردن، اما نتیجه این مشورت اشتباه بود. اما چون به خاطر اینکه بر اساس شورا بوده
این عذاب سنگینی که مستحق بودن خدا میفرمان که بخشیدیمتون. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله ان الله غفور رحیم. حلالتون باد. ممنون تا فرمان. فرمان که حلالتون باد. پس در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم در این قضیه اجتهاد کردند. پس نمیشه انسان وقتی میگیم که اجتهاد کردن موزگیری منفی داشته باشید، بیایید عذرها یا بهانه های واهی انسان مطرح کنه. خب انسان بودن در اون موقعیت این تصمیم رو گرفته بودن که این گونه این کار انجام بدیم خوب هست. بعد هم متوجه میشن که اشتباه کردن، که این تصمیمشون اشتباه بوده. به خصوص ام المؤمنین عایشه، طلحه و زبیر که به شهادت میرسن، اونها هم خب میخواستن عقب نشینی کنن دیگه، میخواستن برگردن، میخواستن با هم متحد بشن با حضرت علی در این قضیه. که زمانی که امور مستقر شد، حضرت علی خوب قدرت رو به دست گرفت، اون موقع از قاتلان امیرالمؤمنین عثمان رضی الله عنه انتقام گرفته شد. اما قاتلان دونستن که آینده بدی و سیاهی در انتظارشون هست، اجازه ندادن که این اتفاقی که در بین امیرالمؤمنین علی و طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه شده، این اتفاق به سرانجام برسه. جنگ و راه انداختن، خودشون حمله کردن به این لشکر، به لشکر طلحه و زبیر. خب اونا دفاع کردن، لشکران حضرت علی هم خیال کردن که اینها شروع کردن، این جنگ رخ داد. اینها برای جنگ نیومده بودن، حضرت علی هم برای جنگ نرفته بود، نه طلحه و زبیر برای جنگ رفته بود نه اینها. پس یک اجتهادی در اینجا بوده، با اینکه حتی حضرت علی هم رضی الله عنه از این قضیه و نتیجه که پیش اومد ناراحت بود، در حالی که حق با اون بوده، در حالی که حق با امیرالمؤمنین هست در اینجا حضرت علی رضی الله عنه. اما نتیجه خوبی نداشت و خیلی باعث ناراحتی خود حضرت علی رضی الله عنه بود. همه ناراحت بودن و گفتیم که حتی کسانی که با حضرت علی رضی الله عنه بیعت کرده بودن در مدینه حاضر نشدن که بیان به طرف بصره. وقتی که شنیدن که ام المؤمنین عایشه و طلحه و زبیر رفتن به طرف بصره برای انتقام گرفتن از قاتلان عثمان، و بعد حضرت علی هم میره به طرف بصره و حضرت علی اعلان آماده باش میده، خیلی از مهاجرون انصار شرکت نمی کنن، همراه حضرت علی نمیرن. پس نه حضرت علی اون کسانی که حضور نداشتن توبیخ کرد، و نه هم بعداً میبینیم که طلحه و زبیر را به عنوان کسانی که بیعت شکستن. این روایت‌ها را هم خوندیم که روایت‌های که در این اومده کلاً ضعیف و موضوع هست، بلکه اصلا هدف اونها جنگ نبود، هدف حضرت علی هم جنگ نبود، کلاً این بوده. خب حالا موضوعی که امروز مطرحش میکنیم بحث چشمه آبی است که در مسیر مکه تا بصره وجود داره به اسم چشمه حوعب، که وقتی که ام المؤمنین عایشه، طلحه و زبیر به این چشمه که از آن بنی عامر بوده، یا بنی عامر بن ابی لیلا اگه اشتباه نکنم، به اونجا میرسند، بنی عامر، بله به بنی عامر اونجا رسیدن، شب رسیدن، سگها پارس کرد به شدت. ام المؤمنین سوال کردن که این چه چشمه است؟ گفتن که حوعب. بعد گفتن که من برمیگردم. چرا؟ از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدم که کدامتون خواهید بود که صدای پارس سگهای چشمه حوعب را خواهد شنید؟ من برمیگردم. که در اینجا کسانی که با او بودند، من جمله طلحه و زبیر رضی الله عنهما، به او گفتند که برنگرد، امید هست که خداوند به وسیله تو ام المؤمنین هستی ایجاد صلح بشود و
آن قاتلانی که به قومشون قبیلهشون پناهنده شدند، اونها را ازشون انتقام بگیرن، تحویل بدن و انتقام ازشون گرفته بشود. خب روایت رو با هم ببینیم. من این روایت رو اینگونه از مسند امام احمد نگاه کنید، میگه که حدثنا یحیی عن اسماعیل عن قیس، حدثنا قیس، حدثنا قیس. حالا اینو ما شما داشته باشید، این سندش هست، یحیی اسماعیل حدثنا قیس. این روایت ظاهرا هیچ اشکالی نداره، رجالش همه صحیح هستن، ثقه هستن. خب اما مشکل در چیه؟ مشکل در اینه که قیس، چون قیس میگه که وقتی که ام المؤمنین عایشه اومدن اینجا رسیدن، این حدیث رو بیان داشتن. قیس در این روایت یک علتی هست که پنهانه. علت پنهانش چیه؟ که قیس از ام المؤمنین عایشه نشنیده. بدین خاطر جمعی از علما این حدیث رو ضعیف دونستند، جمعی دیگر از علما این حدیث رو صحیح دونستند. الان جمعی از علما که میگند که این حدیث صحیح نیست، به خاطر این است که ثابت نیست که قیس ابن ابی حازم که راوی این حدیث هست و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنه، از ام المؤمنین نشنیده، از کسانی نیست که از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها مستقیما شنیده، پس حدیث مرسل هست و این ضعیف میشه از دید این دسته از علما. پس الان انقطاعی که پیش میاد بین قیس بن ابی حازم رحمت الله علیه و بین ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، یعنی قیس مستقیما از ام المؤمنین عایشه نشنیده. وقتی که کسی چیزی نقل کند که خود مستقیم نشنیده، این ضعیف است، این ضعیف است. خب الاتحال این بحثی است در بین علما. حلو، در بعضی از روایت ها میاد که میگن طلحه و زبیر گواهی دادن که نه، این آب، این چشمه هوعب نیست. میگن که این چشمه چشمه هوعب نیست. و میگن که این اولین شهادت خلاف حق، شهادت زور هست، گواهی زور، گواهی خلاف حق. میگن این اولین گواهی بوده. خب این یک ادعای، بعد بگیم که حقیقتا باطل است. در روایت هایی که بالاخره علما تصحیح کردند، هیچ کدام صحبت از گواهی بنا حق وجود نداره. گواهی بنا حق وجود نداره. اینها همه روایت های ضعیف و موضوعی هستند که به اصل روایت اضافه شدند. و اینکه خود اصل روایت هم گفتیم که در موردش صحبت هست بین علما، گروهی از علما اصل روایت که این ام المؤمنین عایشه فرمودن که رسول الله صلی الله علیه و آله خبر داده، به اینکه چشمه حوعب یکی از شما اونجا میرسد و صدای پارس سگهای این چشمه را خواهد شنید. جالب هست در صحیح بخاری وقتی میاد
یه روایتی هست بعد این اضافه شده. آب حوعب در روایت بخاری وجود نداره. روایت بخاری این گونه است که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که در جمعی از همسرانشون فرمودن که سوال کردن امهات المؤمنین که چه کسی یا رسول الله اگه تو وفات یافتی بعد از تو وفات خواهد یافت؟ فرمودن که کسی که دستش طولانی تر هست. میگه بعد اندازه گرفتیم دست ام المؤمنین سوده از همه بلندتر هستی، تا اینکه ام المؤمنین زینب بعد از رسول الله فوت کردند که فهمیدیم منظور از کسی که دستش طولانی تر هست، طولانی تر در خیر و صدقه هست، در انفاق هست، در بخشش هست. این قسمت حدیث اومده. اما دیگه این قسمتی که میاد چشمه حوعب و ذکر میکنه دیگه امام بخاری رحمت الله علیه نقل نکرده، نیست. و این روایتی که آوردن که قیس بن ابی حازم از ام المؤمنین عایشه نقل کرده که این رخ میده، خب اینجاست که علما میگن قیس بن ابی حازم از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نشنیده. این در اصل حدیث هست، حتی صحبت هست. حتی شیخ البانی رحمت الله علیه این حدیث رو صحیح میدونه، ابن حجر یا ابن کثیر، کسانی دیگه. خب گروه دیگه از علما هم میگن که این علت خفی وجود داره، علت مخفی پنهانی. ظاهر سند خب رواتش همه انسانهای مورد اطمینان هستن، علمای برجسته در حدیث هستن، اما قیس بن ابی حازم که از ام عایشه رضی الله عنها داره نقل کنه با اون ملاقات نداشته، حضوری نداشته، ملاقات و حضور نداشتن. چرا که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها چه کسانی میرفتن؟ اونا که محرمش بودن یا چند تایی از شاگردان برجسته، خب بعد در حجاب میشدن دیگه، پرده میزدن. به این خاطر خب اگه همه اجازه داده میشد که برن، خب خیلی اذیت میشدن مولانا عایشه رضی الله عنها دیگه. به این خاطر فقط تعداد خاصی، تعداد انگوش شماری، چند نفر از غیر از محارمش مثلا از مولانا عایشه احادیث نقل کردن، شاگردانش بودن، یعنی که از جمله اینها قیس بن ابی حازم نیست. خب این در اصل این حدیث هست، این در اصل این حدیث هست. پس این که در خیلی این مطرح می شود چشمه حوعب، و این که طلحه و زبیر این گفتن، ام المؤمنین عایشه این گفت، میان در مذمت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها این روایت میارن. حالا به فرضم که این حدیث صحیح باشه، خب رسول الله صلی الله علیه و آله در این قضیه خبری میدند از آینده که رخ میدهد. مذمتی درش هست شما میبینید؟ رسول الله صلی الله علیه و آله از یک حادثه ای که در آینده، به فرض اینکه حدیث صحیح، میگیم حدیث صحیح هست، رسول الله صلی الله علیه و آله داره خبر میده که در آینده اینطور چیزی رخ خواهد داد، بدی نگفتن؟ نگفتن که خیلی کار زشت و زننده میکنه هر کی این کار انجام میده؟ اینو نفرمودن. این یک. پس خبر دادن از آینده، درش مذمتی نموده. دو، و آن چیزی که اهل سنت معتقدند که در اینجا اگه حدیث صحیح بدونیم، برنگشتن ام عایشه هم یک اشتباه بوده، اجتهادی کرده، اشتباه کرده بر اساس پیشنهادی که همراهان ام المؤمنین عایشه دادن که برید، به خاطر وجود شما خدا توفیق بدهد و ایجاد صلح شود و از قاتلان عثمان بشه انتقام گرفت. در اینجا هم ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها اگه حدیث صحیح بدونیم اشتباه کردن که بر نگشتن، بعد بر میگشتن، نگشتن. حالا شرایط میگیم اون شرایط اون زمان هست، ما داریم الان داریم صحبت میکنیم. و هم طلحه و زبیر رضی الله عنهما.
به فرض اینکه حدیث میگیم که حدیث صحیح هست، اشتباه کردن و گفتیم یک بحث اجتهادی بوده، اشتباه کردن، اجتهادشون اونها را به این رسونده بود که با وجود مولانا عایشه و شخصیتی که دارن بشود از قاتلان عثمان رضی الله عنها رضی الله عنهم اجمعین انتقام گرفت. پس دقت بفرمایید، حدیث در بین صحت و ضعفش صحبت هست. دو، وقتی بگیم حدیث صحیح هست، رسول الله صلی الله علیه وسلم داره خبری میده که از اون شما نمیتونید مذمت ام المؤمنین عایشه را استنباط کنید، خبر میده که اینطور چیز رخ میدهد. خب و میگیم که اشتباه کردن که بر نگشتن، اجتهاد کردن در این کارشون، اجتهاد کردن در این اجتهادشون، اشتباه کردن، قصد خیر هم داشتن، قصد اصلاح بین امت داشتن، قصد انتقام گرفتن از قاتلان امیرالمؤمنین عثمان رضی الله عنه داشتن. پس نمی شود این را به عنوان مذمتی برای ام المؤمنین عایشه یا برای طلحه و زبیر قرار داد. روایت هایی که به اتفاق علما دیگه ضعیف هست که طلحه و زبیر یا عبدالله بن زبیر شهادت زور دادن، گفتن که نه اینجا چشمه حوعب نیست، این روایت ها دروغ هست. این شهادت زوری که ادعا میکنن، اصلا این چیزی که اضافه شده، این دیگه دروغ هست. خب قبلا هم از صحبت شیخ الاسلام ابن تیمیه خوندیم که جنگی که بین طلحه و زبیر از یک طرف و بین امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه و عنهم اجمعین این رخ داد، هیچ کدام قصد جنگو نداشتن. وقتی که منافقین اومدن حمله کردن به لشکریان به طلحه و زبیر و اونها از خودشون دفاع کردن، لشکران حضرت علی خیال کردن که از طرف اینها جنگ شروع شده، خب این جنگ رخ داد. در هیچ کدام چه منفعتی داشتن؟ سوال شیخ الاسلام هم این است که میگه که هیچ کدام منفعتی در این جنگ نداشتن. منفعت حضرت علی چی بود در جنگ با طلحه و زبیر؟ و یا منفعت طلحه و زبیر در جنگ با حضرت علی چی بود؟ خب طلحه و زبیر که اعلان نکرده بودن که ما او را به عنوان امیرالمؤمنین نمیشناسیم، ما خلعیت کردیم، خلع بیعت کردیم، کسی دیگه هم که معرفی نکردن به عنوان امیرالمؤمنین. حضرت علی هم رضی الله عنه قصد جنگی نداشتن، چه منفعتی داشتن که بیان جنگ کنن با یاران خودشون، با یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ هیچ کدام قصد منفعتی در این جنگ براش نداشتن که جنگو شروع کنن و قصد جنگ نداشتن، بلکه این قصد اهل فتنه بود، منافقین بود، سبعی ها بودن که این جنگو راه انداختن برای حفظ خودشون. خب چون دیروز ما سوالات زیادی داشتیم، اولا یکی سوال داشتن که حکم زنی که شوهرش زندگی نباتی داره، آیا بر زن واجب است تا وقتی که شوهر زنده است پیش شوهرش بماند یا با شوهر دیگری ازدواج کند؟ اولا اینکه زن آزاد هست، نمیتونه دیگه باش زندگی کنه، آزاد هست، میخواد ادامه بده، میخواد جدا بشود. اما یک قضیه در مورد اونهایی که زندگی نباتی دارن، اگر اعتقاد بیاد از نظر اعتقادی باید انجام بده، بر خودش گوشت حرام کند، این خیلی سنگین است. خدا حلال کرده، تو میاد بر خودت حرام میکنی، این خیلی سنگین است. بله کسی میگه که من یه مدتی رژیم میگیرم. خب وقتی انسان بیمار میشه بعد یه رژیم هایی بگیره، پرهیز میکنه از بعضی غذاها، طبیعی است.
یا یه مدتی پرهیز میکند، رژیم میگیره یک ماه دو ماه، خب بعد تموم شد دیگه. اما اگه بیاد کلن بر خودش حرام کند، این گناه کبیره هست. این خود را در جای خدا قرار دادن هست، خود را همتای خدا قرار دادن هست در حلال و حرام کردن. این خیلی سنگین هست. نمیخوام بگم که عمل شرک و کفرم هست، کسی این کار را انجام بده، عمدن انجام بده، چه بسا از ظاهر دینم در بره. خیلی سنگین هست قضیه. کسی که این اعتقاد رو بیاد بگیره، مروجش بشه، مردم بر خودتون حرام کنید نخورید، خیلی سنگین هست. بعد بر خودش بترسد، این خیلی سنگین هست. اما کسی که حالا برای یک ماه دو ماه سه ماه میخواد رژیم بگیره، اشکال نداره. یا مثلا میگه که من گوشت رو دوست ندارم بخورم، خودم دوست ندارم، بر خودش حرام نمی کنه. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، چیزی که خدا برات حلال کرده چطوری بر خودت حرام میکنی؟ خدا حلال کرده، خدا نمیدونست که این به نفع توست؟ تو تشخیص داری میدی که بعد نبات خور بشی؟ بله، کسی بگه من فلان چیز دوست ندارم بخورم، خب آزاد هست، دوست نداره، ولی بر خودش حرام کند، حکم بدهد، این سنگین هست. خب سوالی برادرم این هست که متاسفانه حالا حکم دادن، میگه که شیعیان ترس از خدا ندارن، به عبارت دیگه خدا را اونطوری که شایسته است نشناختند، احادیث را بیشتر اهمیت میدن تا قرآن. قرآن اصلا ثانوی و ثالث است، اون چیزی که اهمیت داده میشه، حتی که حتی آیت الله کمال حیدری هم میگن، اون چیزی که اهمیت داده میشه در حوزه ها به طور کلی روایات هست. و اگه بخوان این قرآنی که الان هست اگه قبول کنند، بعد اون روایت ها رو کنار بندازن. روایاتی که در تحریف قارون اگه کنار بندازن، روایت های اثبات امامت هم مجبورن کنار بندازن. طور که آلیا فیض کاشانی میگه کدام هست، یا یکی دیگه از علمای شیعه داره میگه که اگه روایت های تحریف قرآن رو قبول نکنیم، ناچاریم که امامت هم قبول نکنیم. بله، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. خب و چون امامان و خداوند را در یک سطح میدانن، چون اینقدر که قال باقر قال صادق میگن، قال الله نمیگن، درسته. و به امام هم همون ولایت تکوینی دادن و ولایت تشریعی هم دادن، یعنی هم میتونه قانون گذاری کنه، هم میتونه بیافریند، همون صفاتی که خدا داره. به امام هم اینو دادن، امام ولایت تکوینی داره، یعنی میآفریند، تمام ذرات کون در اختیارش هستن، همون در اختیار خداست. و هم ولایت تشریعی دارن. یعنی چی ولایت تشریعی؟ یعنی که قانون گذاری میکنه، حلال و حرام میکنه، زیرا محبت آنها را بیش از خداوند دارند و تحریف قرآن را به راحتی انجام میدن برای اثبات خرافات خود. البته ضمن عرض سلام و ادب، علیکم السلام و رحمت الله. خب این سؤال بعدی، هیچ امام و پیشوای و حتی پیامبر و همه انبیا زن اجاره و ساعتی نداشتند. این صحبت دیروز است که بحث ازدواج، یا بگیم صیغه بود، ازدواج نیست که. آخوندی به من گفت ما زن زیر 30 سال صیغه میکنیم. یعنی یک آخوند نمیاد میگه که زنی که بالای 30 سال هست دیگه صیغه کنه. سعی میکنه که زنهایی که کمتر از 30 سال دارن با اونها متعه کند، صیغه کند. هیچ پیامبری، حتی بزرگان دین رحمت الله علیهم، هیچ کدامشون این کار رو انجام ندادن. نه حضرت علی، حضرت علی رضی الله عنه صیغه نکردن، حضرت حسن، حضرت حسین، زین العابدین، حضرت باقر، حضرت جعفر، موسی، رضا، علی، جواد، فلان، هیچ کدامشون
صیغه نداشتن، صیغه نمی کردن، کنیز داشتن. یا حتی امکان داره که بعضی از ائمه شما بدونید که امامشون به مادرانشون کنیز بودن و شما ادعا میکنید که امام دوازدهم هم مادرش کنیز بوده، اما اینها اهل صیغه نبودن و فرزندان صیغه‌ای نداشتن، اهل صیغه کردن نبودن هیچ کدام از بزرگان دین، هیچ کدام از بزرگان اهل بیت اهل صیغه نبودن، صیغه نداشتن. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم جناب آقای. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خواهش می‌کنم بفرمایید. ممنونم استاد. بحث دیروز رو چند دقیقه ادامه بدیم؟ بفرمایید. دیروز یکی از بینندگان زنگ زد حضرت عالی و نسبت به همین موضوع عقد موقت یا همه چی که بین شیعیان مرسوم است که صیغه، گفت که اینها شیعه ها این همه ثواب میگن بر این قضیه هست و قطره آب غسلش چقدر حسنات داره و ثواب دارد. بله. این به اون منزله است که وقتی کسی با این مسئله مواجه میشه و یعنی علیاذ بالله مسئله زنا براش آماده میشه از طرف خدا برای اینکه خدای عالم رو به غضب در نیاورد، اینجا خطبه عقد میخواند و مهر مشخص میکند و بر نفسش مسلط میشود و شیطان رو مهار میکند قبل از اینکه شیطان به خاطر قرائز و آتش شهوت او را چیز کند که عجول باشد و عجله کند، صبر میکند و خطبه عقد میخواند تا به این عمل شنیع دست نزند و مکارش این و این مقاربت اسم زنا نباشد، به منظره سپاس خداوند عالم وقتی قصد میکند بر قصد این قتلات آبه این رو میگه خداوند ثواب دارد چون از زنا گریخت. این کجاش غیر قابل قبوله و نمیشه براش چیز کرد که قابل اشکال باشد؟ اینو جواب بدید تا من چند مورد مسئله خدمت شما عرض کنم. عرضم به حضور آقا رضایی هیچ فرق نمی‌کنه با قضیه که در زنا هست. زنا هم بالاخره یک نوع رضایت بین دو طرف هست. فقط شما اینجا میاد یک کلاه شرعی میخواد بذارید دو تا کلمه میگه. الان هم در اروپا خانه های فحشا هست دیگه. حالا ایران میگه خانه های عفت. خانه های فحشا که در اروپا هست طبق قرارداد یک شما میبندید میتونید با این زن ارتباط برقرار کنید، بیشتر از این حق ندارید و تحت پیگرد قانون میشید. شما هم وقتی که عقد در این صیغتون همین تحت شرایط میگه که مثلا میتونه باش مثلا فقط تو خونه باشه یا ارتباطی در چه اندازه‌ای باشه، این که شما بخواید ظاهر سازی بشه حقیقت رو عوض نمیکنه. من سوال این است که خداوند اجازه داده گفته که شما تا چهار زن هم بگیرید و بعد اجازه داده که کنیز داشته باشید، اما هیچگاه در قرآن نیومده که خدا فرموده باشه برید متعه کنید. تا زمانی که میگه که میتونید ازدواج کنید، خب ازدواج کنید، تا چهار زن هم میتونید، برده اشکال نداره کنیز چند تا داشته باشید. بعد فرمودن که کسی که نمیتونه استعفاف کند در دنبال عفت و پاکدامنی خودش رو کنترل کنه، در حدیث رسول الله فرمودن که روزه بگیرد. خب همه اینها برای پاک شدن هست، وگرنه که اگه دیگه صیغه بود و اینقدر براش فضائل تراشی شده بود، خب چرا دیگه که اینقدر خدا دعوت بده بگه که وَلْيَسْتَعْفِفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ. سوره نور خود یه سوره این قسمتش سوره مدنی است دیگه، این سوره مدنی است، سوره نور، سوره مکی نیست که، سوره کلا مدنی است. داره خداوند امر میکنه که استعفاف کنید، پاک دامنی پیش گیرید، خودتون رو کنترل کنید. بعد سوال این است که کدام یک از ائمه شما که اینقدر روایات در مورد صیغه اومده صیغه کردن، اما ازدواج کردن، حالا چه با زن آزاد چه با کنیزشون ارتباط داشتن، زن آزاد داشتن، زن آزاده خیشاوندانشون بودن یا هر کی بوده یا کنیز بوده، اما هیچ کدام صیغه نداشتن. حالا اگه بگیم که شما الان اگه بگید که مهدی زن صیغه ای داره بعدتون میاد فحش هم میدید، یا بگید حضرت علی زن صیغه ای داشته، خب بعدتون هم میاد فحاشی هم میکنید، حکم قتل و کفرش هم صادر میکنید.
اگه درست هست خب چرا بس اینقدر فضایل براش تراشیده میشه؟ حضرت علی میاد بیشتر از یک همسر داشته و چند تا تنیز داشته. بفرمایید. خب ببینید جناب استاد گرامی، اگر ما از این مثالی که زدید تربودید که در اروپا فاحش خانه های هست و این قضیه که با چیز برای جلب رضایت و اصلا اتفاقی که میفتد همیشه بین دو نفر اتفاق نظر میشه، رضایت هست بر این مسئله و این عمل انجام میگه، عمل شنی، نهایت این که مسلمانان خداوند براشون چارچوبایی قرار داده است که برای گریز از گناه خداوند مؤمنین و مسلمانان در اون چارچوب مبارزه کنن. بسیار خوب، اما هر تشبیهی وقتی یه چیزی شد مثل یه چیزی دیگه میگه میشه براش هر چیز که از حرمت شد. خب خود نعوذم بالله زنا مقاربت دیگه نامشروع با مقاربت مشروع نوعش که فهم نمی کنه که غیر از این که این چند کلام خود به یه عقد و خود به یه چیز که خونده میشه بعد حلیت به این مسئله رو میرسونه. یک نه خیلی فرام میکنه، ولی میخواد، شهود میخواد، علنی میشه خب و دائمی است، ولی اونجا در زنا پنهانی است. شما صیغه هم پنهانی میکنید، حاضر نیستید کسی بدونه، پدر دختر بدونه، مادر دختر بدونه، یواشکی اگه خیلی پنهان، ولی ازدواج شما رسمیش میکنید. خدا فرموده اصلا نعمتهای خدا یاد کرد، از زنا نهی کرده. زنا هم درسته که این دو نفر با هم رضایت دارن، اما چگونه است؟ پنهانی است. زنا چگونه است که درش این مهریه نیست، یک مبلغی با هم دیگه اتفاق میکنن، یه پولی بدن. خیلی فرق میکنه این چیزی که شما به عنوان متعه میگویید. اصلا خودتون هم قبول دارید که احکام از جلو نرمی که من بتونم ببینید که میفرمایید شما این مسئله صیغه را بین شیعیان ازدیابکیه یا باشکیه، ولی مسئله ازدواج دائم یا این برملات و فائرش هم به خودش میبالد. درسته، عرض کردم برای مهار شهوت غلطه که می کند بر یک زن و یک مرد و می خوان برای تخلیه خودشون این به این مسئله بکنند. او هستم که انسان در مسئله حلیت یعنی ازدواج شرعی رسمی دائم و هم که می خواد برای مقاربت برای ارضای غریزه جنسی و هستی برملال نمی کند، بگید من الان می خوام برای غریزه جنسی و غریزه جنسی برم مقاربت کنم که اونم مخفیش می کنه. این چون موقت از کم زمانش و شرماوره هم برای خانم هم برای آقا که بگه من برای مهار غریزه الان دارم به این کار دست می زنم. خب مسلمان این اینا رو شاید بوش می رند، این که چیز نیست که برای فائلش که برایش عزت آور نیست که بالاخره این وقت خجالت میکشد. یعنی فقط شما فقط بله. این در برای زن شوهرزا که 100% حرام اصلا چیزی ببینیش که برای دختر خانوم ها هم برای دختر خانوم هم این برایش چیز نیست، نه که حرمتش برای باشه دار، ولی دختر خانوم هایی که باکر هستن هم سیده نمیتوانند بشوند. فقط مال زنیست که این شوهر ندارد. خب این آقای رضایی، این شرطه که شما میذارید در کتاب فقهتون نیست، از امام ثابت نشده. من یک سوال نهایی ازتون میکنم در این مورد، قضیه رو ببندیم. اگر شما، حالا معذرت میخوام، دخترتون، خواهرتون یکی اومد حالا میخواد ازدواج کنه یا صیغه کنه، کدام یک رو پسند میکنید؟ حتی اون مثلا چرا خب پس؟ چرا خب؟ من خواهرم شوهر ندارد، منم نمیدونم این آتش شهوت برش قراره کرده یه جایی دست بکنه. اتفاقا هم در وقت این از قصقصی که داره به اون مرد مقاربت کنه من میرسم گریبانش میگیرم، میگید عقدم کرده، تا میگید عقدم کرده من دیگه برام خجالت آور نیست. اما اگر بگید یعنی شما اشکال نداره، الان شما وقتی یکی بیاد برای ازدواج با صیغه کدام رو انتخاب میکنید؟ سوال واضح هست، نمیخواد توضیح بدید. که من میگم که فردی اومد، معذرت میخوام، حالا مثلا تخیل فرض میگیریم آقای رضایی، معذرت میخوام که این سوال مطرحش کردم، خیلی خیلی معذرت میخوام، شرمنده ها، والا شرمنده شدم، این خودم سوال مطرح کردم شرمنده شدم. تخیل کنیم، فرض کنیم که این حالت رخ بده، شما کدام یک را میپسندید؟
عرض میکنم که من ازدواج دائم را به دخترم برای خواهرم خب پس این چیزیست که آره درست میخواد دو مرتبه سوال کنه میپسندم، اما عرض کردم اون شرایط رو در نظر بگیرید. و شما آقای حسنی یه سوال دیگه، سوال دیگه من جواب بدید. این مسئله در زمان رسول خدا برای دو ساعت، برای یک روز بین مسلمان ها متواجد چی شده و این به این عمل دست دارن، خب قانون چطور بوده؟ هر قانون اون رو برش بوده و هر حکی برش میکنه برای الان هم بگذارید. بله خب در همون حدیث وقت شما استدلال میکنید، در همون حدیث هم اومده که تا قیام الساعه دیگه حرام شده. عواقبش که اسلام تشویق کرده به ازدواج، به مهیا کردن اسباب ازدواج امر کرده. دیروز آیت در سوره مبارکه نورم دیدیم که خدا داره به ما امر میکنه و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امامکم، اونایی که ازدواج نکردن از جووناتون، پسراتون، دخترانتون اسباب ازدواجشون رو مهیا کنید، ازدواج کنند. و همچنین برده هایی که انسانهای صالح از کنیزاتون و بردگانتون ازدواجشون بدید، بعد ازدواجشون بدید. فرض هست، واجب هست. نیاکن و انکحو نگفتن که دقت کن آقای رضایی، حتی اونجا بحث نکاح هست. انکحو اصلا متعه که نیست، متعه که ازدواج نیست. خداوند اونجا که در سوره نساء خوندیم که فرمودن که با چه کسا نمیتونید ازدواج کنید، بعد فرمودن که با اینها ازدواج کنید، با غیر از اینها میتونید ازدواج کنید، بعد میگه که اگه نتونستید با زنان آزاده پاک دامن ازدواج کنید، با کنیزان مؤمنتون ازدواج کنید. پس چرا اصلا اونجا اگه این بود که دیگه متعه بود که دیگه نمیخواست این با برده ازدواج کنه، ازدواج کردن با برده هم مشکلات خودشو داره، عواقب خودشو داره، بچه مال خودش نیست، این که برده هم باید در خدمت آقاش باشه، خونه اون کار کنه، خب چرا اجازه میده تو با برده ازدواج کنی اما صحبت از متعه نمیکنه؟ خب با تماس زیاد داشتیم آقای رضایی، قطع شد. بله بفرمایید. من 5 ثانیه. بله. اینم نکاح هست و به حضور شما عرض کنم که اون روایاتی که شما فرمود در حرمتش اومده، از اون چه که روایات در هدیتش میده که اصحاب این کار انجام میدادن در زمان خلافت ابوبکر هم انجام میدادن، در زمان حدیث مقداری از خلافت عمر رو هم این کار رو انجام میدن و خلیفه عمر ابن خطاب حرامش کرد، این روایات اینا هم زیاد است. اشکال نداره. آیا نه نکنید عمر رضی الله عنه که نمیتونه چیزی که حلال خداست که حرام کنه؟ مگه کسی میتونه اجازه بده کسی میتونه ازدواج حلال کنه حرام کنه؟ متعتان نه، اون متعتان فرق میکنه. اجازه بدید، اجازه من سوال، اون بحثش جداگونه است، اون متعتان بحثش جداگونه است. الان من سراغ این سوال دارم که آیا کسی میتونه ازدواجو ممنوع کند، حرام کند؟ نمیتونه. نمیشه. پس دقت کن، پس این ازدواج نیست، این متعه. اگر گروهی افراد امکان داشته باشه این خبر بهشون نرسیده بوده، حضرت عمر دیگه اعلان میکنن که بعد از این دیگه کسی حق نداره، کسی انجام داد حکم شرعی روش اجرا میکنم. پس این نبوده که تو جامعه همه انجام بدن که بیاد حضرت عمر، تک تکی انجام دادن به گوش حضرت عمر رسیده، نهی میکنه. خب ممنون. چون ما شما می‌فرمایید که از ائمه شیعه کسی خطر نکرده به این عمل دست نزده، شما حرمتش رو از زبان حضرت علی برام بیارید که حضرت علی فرمود است کار حرام. ما که در صحیح مسلم داریم که در صحیح مسلم هست که در زمان رسول خدا رایج بوده. بله بله، در صحیح مسلم هست که حضرت علی رضی الله عنه فرمودن که در گوشت شتران، گوشت الاغ اهلی و متعه در خیبر حرام شد. در صحیح مسلم هست. اشکال نداره. من الان از من خواستی من اینو میگم. بعد مگه در روایاتتون نیست که میگن که این انسانهای فاجر و فاسق انجام میدن متعه؟ نه در کتاب ما نیست. هست. حتما بگردید. هست. انسان‌هایی که بدکار هستن انجام میدن. بعد شما حضرت علی ازدواج کردن یا متعه کردن؟ من در حالات حضرت علی نسبت به این قضیه چیز ندارم. شما فرزند این حضرت فاطمه متعه بود یا ازدواج بود آقای رضایی؟ ازدواج بود. اصلا این ازدواج آقای حسین، اصلا این ازدواج نیست، متعه که ازدواج نیست.
متش ازدواج نیست. شما وقتی ازدواج کردی حکم احسان میگیری. شما 100 تا 1000 تا متعی داشته باش اصلا محسن نیستی. بهت احسان اصلا محسن نیستی آقای رضایی. من سوال کردم گفتم الان من نوعی با یه خانم یه جای اتفاق افتاده من حرزم برای رفع نیاز او خانمم شوهر آره برای رفع نیاز. مگه در زنا چیه آقای رضایی؟ فرق این با زنا چیه؟ این دوتا هم به خاطر رفع نیاز جنسیشون با هم یک رابطه یک ساته برقرار میکنن تموم شد. فرقش اینه که همونطور که برای اون ازدواج دائم خود بمیخونه اینجا هم خود بمیخونه خود... آقا هزار تا خود به هم بخون اصلا هزار تا خود به هم بخون بسیم جریانش مشخصه دیگه چی برای چی این کلاه شرعی میذارن. الان شما آقای رضایی شما چند تا زن آزاد میتونید داشته باشید؟ یک سوال. چند تا زن چی؟ آزاد شما که فهمیدید دیگه سه چهار تا اگه 10 تا صیغه میتونی بعد از این صیغه کنی؟ بعد از این 4 تا بعد از این 4 تا میتونید صیغه کنید؟ نه عرض میکنم سوال بعد از 4 تا شما میتونید صیغه کنید یا نه؟ 4 تا آزن آزاد ازدواج دائم دارید بعد عشقتون بکشه یک صیغه هم داشته باشید میتونید یا نه؟ اگر اون زن او خانم چهار و پنجمی هم نسبت به این مسئله ای که من باش مقاربت من به همون ترتیب باشه که همون خود بخونده بشه چه اشکالی داره؟ پس نگاه کن پس ازدواج نیست. اگه ازدواج بود که شما نمیتونستید بیشتر از 4 تا. چرا؟ نیست. چهار تا شما زن دارید. شما چهار تا شما از علماتون سوال کنید بگو من میخوام 5 تا زن آزاد داشته باشم اگه اعدامت نکردن هند حق نداری. 4 تا زن آزاد حق داری ولی صیغه‌ای وقتی کردی پس ازدواج نیست آقای رضایی. پس متعه ازدواج نیست شهوترانی است. حالا شما هر چی میخواد اسمش بذارید چون نه باعث احسان شما میشه. بپرسم به شما اجازه بدید من بله. عدد چهار زن رو بپرسم از من شما بگم فیلم بحث دیگه. چشم. الو. بله چیز فضایی که من بپرسم که شما فرمایید دیگه که در فقش یه فقش چیز من تبر شما تماس میدم. انشالله موفق باشید. تشکر میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهداری. خدا شما. سلام علیکم سلام علیکم سیدان خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. باید تبریک بدون روی اینکه به زود تلفن ها برنوزی کردی. الحمدلله. باید وقتی به صدا برنامه میذاره بدون تلفن باشه صفا نداره. حالا اگر مثلا برنامه میذاشتی آخر رضای که میشون مثلا 20 دقیقه روی خط باشه. این همه صحبت بکنه. بله. خود آدم معذبیه ولی این همه صحبت کردن هم یعنی وقت به کسان دیگه نمیدن. آقا رضا یه خود زحمت بکشه کمتر صحبت بکنه. یعنی تو را خود اون طورا کسی دوست داری زیاد حرف نزن چون خیلی رو خط اصلا میخواد سوال بکنن سوال علمی دیدی بکنن و شما وقت حرام رو میگیری و من یه خواهش از آقای رضایی دارم حالا اگر میخواد خود شبکه مال خودت باشه به صلاح پول یه ماه ماهواره خودت بده یعنی هر دو ماه یه بار پول ماهواره بده ما اصلا در تلفن هم نمی کنه همه برای خودت فقط با میز گوش میکنیم و شبکه زیبا شما گوش میکنیم خیلی هم بهتره. حالا اصلا یک سوال داشتم پیشنهاد خوبیه در حیات رسول الله صلی الله علیه و آله بودن چند تا زن داشتن یعنی در خودش در حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و آخرین بلد و حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله آخرین امهات المؤمنین که از جنان رفتن اگر تاریخ هست چه کسی بودن؟ این هم مقصد رسول توضیح بده خیلی کوتاه خیلی سریع با که صحبت در برای آخر رضایی انشاءالله خواهش میکنم. خدا حافظ شما. بله سوال از امهات المؤمنین اجازه برید انشالله یک شنبه بهتر توضیح میدیم که چون تعدادشون چیزی که مشخص و مسلم است که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله فوت کردن 9 تا همسر داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله سلام علیکم. بعضی دوست دارن فقط گناه برای خودشون بنویسن حسنه ای به ما برسونن این فضل خداست. بالاخره وقتی پیامبر خدا این گونه مشرکین باش رفتار میکردن
برای ما الگوست دیگه، الگو هستن. خب امهات المؤمنین انشالله صحبت خواهیم کرد که چون کمی بیشتر تو و بهتر توضیح میدیم. سوال بیننده سوال داره که فضله پرندگان نجس نیست، نجس نیست، ولی خب وقتی لباسی به لباسی برسه اون سن نظافتش نظافت میکنه، بخصوص چیزایی که حتی حیواناتی که گوشش خورده میشه علما میگن که پهنشون حرام، نجس نیست، نجس نیست. معناش این نیست وقتی میگیم نجس نیست دیگه میشه خورد یا فلان، ببین خاطر شما استفاده میکنید دیگه، حتی در از پهن این کان داره حیوانات دیگه هم استفاده کنید. علیکم السلام. آخونده هم دخترهای خود را صیغه میدهند اما در زمان شیرخوارگی و به این وسیله با خانواده همدیگه محرم میشن، در حالی که به سن بلوغ رسیده و از نظر عقلی به حد کمال برسه نادونه، یعنی ناراضی میشه دیگه. انسان عاقل حقیقتا هیچ وقت این کارا رو انجام نمیده، هیچ دختری هم راضی نمیشه به بحث متعه، با متعه هیچ کس راضی نمیشه. علیکم السلام و رحمت الله. لطفا از حجت الاسلام رضایی سوال کنید. در کشورهای خارجی توریستایی که به اون کشور اومدن میرن رنتکار ماشین کرایه میکنند، رنتکار یعنی اجاره کرایه ماشین برای یک روز یا یک هفته. حالا فرق رنتکار با صیغه چیست؟ لطفا آقای رضایی میگه که جواب شفاف بدید. منتظر جوابتون هستیم. وقت برنامه هم کامل تموم شد اما سوالهای زیادی دیگه مونده که خواستم، پیامهای صوتی زیاد هست که متاسفانه نمیتونیم جواب بدیم. امهات المؤمنین هم انشاءالله یک شنبه معرفی کوتاهی از امهات المؤمنین هم داشته باشیم، هر کدام از امهات المؤمنین. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.